سیستم جنراتور و تحریک. انرژی آزاد شده در توربین توسط شفت واسط یا اینترمدیت شفت به جنراتور منتقل می شود. جنراتور نیروگاه ساخت گروه مبنا از نوع TY-105 است که یک جنراتور سفاز 50 هرتز دو قطب می باشد. گرمای درون این جنراتور با استفاده از مبدل‌های حرارتی به هوا دفع می گردد. توان اسمی این جنراتور 200 مگاولت آمپر و ولتاژ خروجی آن 15.75 کیلوولت است. وزن این جنراتور حدود 220 تن است. یک ترانسفورماتور خشک 6.6 کیلوولت به 520 ولت نیاز سیستم تحریک را تامین می کند. سیستم راه اندازی SFC. توربوژنراتورها برای راه اندازی به یک نیروی محرکه اولیه نیاز دارند تا سرعت دوران شفت را به سرعت خود اتکایی برسانند. برای این منظور از شیوی تبدیل جنراتور به موتور بهره گرفته می شود. سیستم SFC سرعت اولیه جنراتور را تامین می نماید. برقی سیستم توسط یک ترانسفورماتور کاهنده که ولتاژ برق را از 6.6 کیلوولت به 1.4 کیلوولت تامین می شود. در بخش گازی به ازای هر دو واحد یک سیستم SFC در نظر گرفته می شود. GCB این کلید جنراتور را از شبکه و از سیستم مصارف داخلی جدا می کند و امکان بردار شدن ترانسفورماتور اصلی از طریق بازپار مشترک وادها در هنگام راه اندازی و یا تریپ وادها را به وجود می آورد. با این کار سنکرون سیستم با شبکه را ممکن می سازد. ترانسفورماتور اصلی. ترانسفورماتور اصلی یک ترانسفورماتور افزاینده است که ولتاژ خروجی جنراتور را به ولتاژ 230 کیلوولت یا 400 کیلوولت شبکه تبدیل می کند. ترانسفورماتور به وسیله بوشینگ های هوایی به خط هوایی فشار قوی پست متصل شده است. وزن ترانسفورماتور و متعلقات آن با توجه به سطح ولتاژ بین 170 تا 230 تن است. ترانسفورماتور واحد. ترانسفورماتور واحد یک ترانسفورماتور کاهنده است که ولتاژ 15.75 کیلوولت را به 6.6 کیلوولت تبدیل می کند. این ترانسفورماتور بازپار فشار متوسط واحد و مشترکات را تغذیه می کند. وزن این ترانسفورماتور حدود 20 تن است. سویچگیر واحد. این سویچگیرها وظیفه تامین و توزیع برق مورد نیاز مصرف کننده های فشار متوسط و فشار ضعیف واحد را بر عهده دارند. سویچگیر فشار متوسط وظیفه توزیع برق بین ترانسفورماتورهای سیستم تحریک، سیستم راه انداز و ترانسفورماتور کمکی را بر عهده دارند. سویچگیر فشار ضعیف نیز برق مورد نیاز سایر مصارف داخلی مانند پمپ‌های روغن، اسکید سوخت را تامین می کند. سویچگیر فشار ضعیف واحد توسط ترانسفورماتور کمکی که ولتاژ را از سطح فشار متوسط به سطح فشار ضعیف تبدیل می کند تغذیه می شود. برای تغذیه بارهای DC و تغذیه بارهای ضروری یک سیستم تحت عنوان سیستم DC و UPS در نظر گرفته شده است. دیزل جنراتور برای تغذیه بارهای اضطراری مصارف واحدها، شارژرها و روشنایی در زمان خاموش شدن کلیه واحدها و قطع ارتباط نیروگاه با شبکه از دیزل جنراتورهای اضطراری استفاده می‌گردد. سیستم الکتریک مشترکات.
سیستم الکتریکی مشترکات در برگیرنده کلیه تجهیزات الکتریکی تغذیه کننده سیستم‌های جانبه نیروگاه از جمله سیستم‌های سوخت‌رسانی، آتش‌نشانی، آبرسانی، بویلرهای کمکی و تأسیسات ساختمان‌های جانبه محوطه نیروگاه است. سیستم الکتریکی مشترکات شامل سویچگیر فشار متوسط مشترکات برای تغذیه پمپ اصلی آتش نشانی و ترانسفورماتور استیشن که سویچگیر فشار ضعیف را تغذیه می کند. سویچگیر فشار ضعیف مشترکات برای تغذیه بارهای مصرفی بخش‌های مختلف، شارژرها، بانگ باتری و اینورتر برای تغذیه تابلوهای بسیار ضروری، دیزل جنراتورها، سیستم کابکشی، سیستم روشنایی، سیستم زمین و حفاظت از صاعقه، سیستم تلفن و صوت می باشد.